فصلی جدید از تنش‌های منطقه‌ای ایران و آمریکا، فصلی که حمله هوایی ایالات متحده به مواضع کتائب حزب الله عراق آن را آشکارتر کرده. حمله به پایگاه‌های یک گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در مرز عراق و سوریه. شورای امنیت ملی عراق در بیانیه ای خواستار بازنگری در روابط با ائتلاف بین المللی شد، ائتلافی به رهبری آمریکا که حدود 4 سال و نیم پیش برای مقابله با گروه داعش تشکیل شد. سپاه پاسداران ایران هم در بیانیه ای در واکنش به حمله هوایی آمریکا انتقام را حق هشت الشعبی دانست. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا هم حمله را واکنشی به سیاست‌های جمهوری اسلامی توصیف کرد. آمریکا از اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران که مردان و زنان آمریکایی را در معرض خطر قرار میده چشم پوشی نمی‌کنه. با اقدام قاطع به این تعهد خود پایبند خواهیم بود و همچنان از جمهوری اسلامی می‌خواهیم به گونه‌ای رفتار کنه که بتونه به جامعه جهانی بپیونده. بنابر آمار منتشر، دست کم 25 تن در حمله هوایی آمریکا کشته شده اند که 3 تن از آنها از نیروهای رده بالای ایرانی هستند. در حالی که آمریکا میگوید حمله واکنشی به کشته شدن یک آمریکایی در حمله راکتی به پایگاه ایالات متحده در نزدیک کرکوک بود، کتائب حزب الله از طرحی فراگیرتر سخن میگوید. ما معتقدیم که این حمله از پیش برنامه‌ریزی شده بوده و هدف از آن هم خارج کردن نیروهای مقاومت و هشت شبی از این مناطق بود تا منطقه از گروه‌های حاضر در جاده ارتباطی عراق به سوریه و لبنان خالی شود. کتائب حزب الله از گروه‌های ائتلاف هشت الشعبی است. ائتلافی متشکل از گروه‌های مسلح عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی که سیاست‌های تهران را از جمله در دشمنی با غرب دنبال می‌کند. آمریکا پس از این عملیات تهدید کرد در صورت نیاز اقدامات بیشتری خواهد کرد. ما بنابر ضرورت اقدامهای بیشتری انجام خواهیم داد تا از خود دفاع کرده و جلوی رفتارهای بد گروههای شبه نظامی یا ایران را بگیریم. به دنبال این تحولات تازه، کتائب حزب الله باز هم آمریکا را تهدید کرد. دفتر آیت الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، هم در واکنش به این تحولات نسبت به تبدیل شدن عراق به صحنه تسویه حساب رقبای خارجی هشدار داد. درگیری‌ها و تهدیدهای تازه می‌تواند فصلی جدید از تنش منطقه‌ای میان تهران و واشنگتن را رقم بزند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.